بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. سلام بر شعبان و اعیادش، سلام بر حسین و عباسش، سلام بر سجاد و سجودش، سلام بر نیمه شعبان و منجیش، سلام بر ماه شعبان، سلام بر ماه رسول خدا، سلام به تمام شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. وقتتون به خیر و خوشی باشه. امیدوارم هر کجای این کره خاکی که هستید در پناه خدای عزوجل و زیر سایه آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه و آن به آنتون مملو و از عشق اهل بیت عصمت و طهارت باشه و روز به روز بر معرفتتون نسبت به این ذوات مقدسه افزوده بشه و انشاءالله هرچه سریعتر تمامی مشکلاتی که این ایام و این چند ماه اخیر تمامی دنیا رو فرا گرفته، بالاخره این بحث ویروس کرونا، انشاءالله هرچه سریعتر به لطف خدای عزوجل و به دعای آقا بقیت الله العظم انشاءالله مرتفع بشه و شیعیان بعد از اون شرایطی بهتر از قبل داشته باشن. امید ما این هست انشاءالله. بعد از این عرض سلام و ادب خدمت همه شما خوبان و عزیزان و نیکوان، اجازه بفرمایید عرض سلامی هم داشته باشم خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ جعفر رشعتی که در استودیو حضور دارند. از طرف شما و خودم خدمت ایشون عرض سلام و ادب و عید مبارکی دارم. سلام از خدمت شما، عیدتون مبارک باشه. سلامت باشید. اسعد الله ایامکم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. خدای بحق این شبها و روزهای عزیز، بحق این ماه، بحق رسول گرامت، تو رو قسم میدیم این ایام و این روزها و انشاءالله این ماه شعبان و رمضان را ماه ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. امیدواریم که دلها و چشمهای همه ما روشن به نور حضرتشون بشه، سلامت و پیروز باشید، بلا از همتون دور باشه و حق صاحب زمان ارواح نافعه. انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. زیر فرمایید امروز که روز اول ماه شعبان بود و یکی دو روز آینده دیگه بالاخره شروع میشه اعیاد این ماه مبارک و با میلاد با برکت آقا امام حسین علیه السلام هم شروع میشه، از الان من هم خدمت شما هم خدمت بینندگان از عزمم که شاید در شبهای آینده ویژه برنامه خواهیم داشت در همین خصوص انشاءالله، و اینکه سلام ما خدمت آقا امام حسین علیه السلام در این شبها یه رنگ و بوی دیگه انشاءالله داره، یه رنگ و بوی امام زمانی داره انشاءالله. ماه انشاءالله، حالا اگر به این تعبیر بگم ماه ظهوره، نه به این معنا که دارم توقیت میکنم، به این معنا که اصلا ماه کلن همه گرداگرد آقا بقیت الله میگرده. قربوش برم، در وسط این ماه هم میلاد با برکت آقا بقیت الله العظم هستش. ایام هم ایامیه که بالاخره همه از هر دین و دیانت و مذهبی نگاهی دارن به منجی، و ما اولا هستیم که نگاه داشته باشیم به منجی عالم بشریت. جا عرض ادب بکنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. لعن الله من قتلك، لعن الله من ظلمك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح. السلام عليك وعلى أختك العقيلة زينب ورحمة الله وبركاته.
تصاویر بسیار زیبای از داخل صحن و سرای آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو می‌دیدید و دعا می‌کنم انشالله هرچه سریع‌تر قسمت تک تک شما خوبان بشه زیارت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و حرم منور و نورانی قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. اجازه بفرمایید بدون مقدمه وارد بحث بشیم و در خدمت استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ جعفر رفعتی باشیم و ببینیم امشب چه مطالبی راجع به بحث بلا و مشکلات و نحوه مقابله با اونها انشاءالله برام ما دارن تا استفاده بکنیم. در خدمت هستم. خدا حفظتون کنه. شب جمعه هست امشب و شب زیارتی مخصوص امام حسین علیه السلام و خیلی واقعا قصه میخوریم به جهت اینکه همچین شبی توی همچین ماهی و اینقدر قربت در کربلا بی سابقه یا بسیار کم سابقه بوده. حتی در زمانی که این شهر مورد تهدید طغات و ظالمین بود، شبهای جمعه را مردم به قیمت جونشون به زیارت امام حسین علیه السلام میمدن. انشاءالله زوار آسمونی این سرزمین شب جمعه مادرشون فاطمه زهرا، نبی مکرم اسلام، ائمه معصومین، ولی نعمتمون امام زمان علیه السلام ما رو ببخشن، عفو بکنن. انشاءالله سلام های شما از راه دور اونی که الان برنامه رو میبینید، سلامی که با سوز دل محضر امام حسین و حضرت عباس علیه السلام تقدیم میکنید در این ایام و شبهایی که نزدیک میشیم به ولادت این دو نور و فرزندشون امام سجاد و علی اکبر و امام زمان علیهم السلام. امیدواریم قبول کنن، زودتر این بلا برداشته بشه، دلهای مشتاق برسه. این اشتیاق دو طرفی عزیزان، حتما میدونید اینطور نیست که فقط شما مشتاقید و بعضی از شما با دیدن این حرم ها اشکتون جاری میشه و بیشتر میسوزید وقتی میبینید ظاهر کم هست. و بدونید که امام زمان علیه السلام، خود امام حسین علیه السلام هم مشتاق شما هستن. خود قمر بنی هاشم علیه السلام اینطور از روایت استفاده میشه، به غیر از اینکه وجدان، یه چیزی داریم اسمش وجدانه. شیخ انصاری توی استدلالای فقهی اصولیشون یه کلمه دارن به نام انصاف یا وجدان، به قدر این مهمه که بعضی هم میگن دلیل پنجم، کتاب، سنت، اجماع، عقل، اینا چهار دلیل عمده ما و اصلی ماست. یه چیزی هم داریم اسمش وجدانه. وجدان جدای از اون چهار تا نیست البته، از همونها میاد، اما وقتی انسان تو حرم این بزرگوارها هست احساس میکنه که اشتیاق دو طرفیه. وقتی تو سلام میدی احساس میکنی سلامت رو جواب میدن با گرمی زیاد، هرچند که من آلوده باشم و گناهکار و نه زبانم نه نگاهم لیاقت بودن در این فضاها رو نداشته باشه، اما اینا خیلی بزرگوارتر از این حرفا هستن. انشالله که از همتون قبول باشه و انشالله که روزیتون بشه به همین زودی. دو تا تقسیم امشب میخوایم عرض بکنیم، حالا اگر انشالله مجالی شد یه مقداری باز هم بحث رو گسترشش میدیم. بحث بلایا، اسرار بلایا، یه بحث بسیار مفصلیه، یعنی با اینکه دوره کامل راجبش سابق صحبت کردیم، الان مطالبی داریم میگیم در اضافه بر اونها، باز هم اگر یک عمر انسان از بلایا صحبت کنه میبینه بازم جا هست. چرا؟ چون موضوع سخن چیزی است که عرض کردیم تو هر ثانیه اتفاق میفته، با هر نفسی تکرار میشه، با هر قدمی تکرار میشه. شما قبلش رو گاهی فراموش میکنید، از بعدش بیخبرید. بلاها، گرفتاریها، یا به تعبیر دیگه امتحانها همیشه بوده، از زمانی که چشم باز کردیم تا زمانی که چشم میبندیم ادامه داره. حتی قبل از آن که ما به دنیا بیایم این امتحان بوده، نه برای مایی که در رحم و در صلح بودیم، برای پدرها و مادرهای ما، برای اجداد ما. چه بسا شما امشب از راه دور سلامی به امام حسین میدید، مزد این سلام با توجه و سوز شما این میشه که تو نسل شما یه امام حسینی داغ، یه ولایی واقعا فدایی امام حسین خدا به شما تقدیم میکنه، میگردن تو نسل شما ببینن کی لیاقت این رو داره و بهش تقدیم میکنن این توفیق را که حسینی باشه. تقسیم اول، بلایا دو دست است. بعضی از بلاها شخصیه و بعضی از بلاها اجتماعی و نوعیه، یا به تعبیر دیگه بخوایم بگیم بلاها و امتحانها گاهی امتحان یک نفره، گاهی اوقات امتحان همزمان یک عده است. توی امتحانهای دنیایی هم همینطوره، مثلا کسی میخوان ببینن راننده شده یا نه، میتونن بذارنش پشت ماشین، بهش اجازه سیاقت یا اجازه رانندگی بدن یا نه، گواهی نامه به اصطلاح. اینو ده تایی با هم امتحان نمیگیرن، یکی یکی
امتحان میگیرن. امتحان عملی رانندگی باید فردی باشه، اصلا گروهی قابل تحقق نیست. همه با هم دیگه پشت فرمون که نمیشه بشینیم، بعد یکی یکی این امتحان عملی رو انجام بدیم. اصلا امتحان عملی اسمش روشه، هر شخصی خودش عمل خودش باید نشون بده. اما یه سری امتحانات عمومی هم داریم، میشینن همه با هم دیگه چند هزار نفر با هم دیگه، سوال‌ها مشترک و جواب‌ها در همه این سوال‌ها یکیه و همه همزمان به همون امتحان میشن. یکی از این امتحان بالاترین نمره رو میگیره، یکی پایین‌تر و همینطور. تو معنویات هم همینطوره، تو گرفتاری‌ها و بلاها هم همینطوره. گاهی شخص به خصوصه در امتحان میشه. یعنی مثلا دیدید بعضی ها میگن تو نمیدونی من چی میکشم. میگیم خب مگر نمیگی مشکل نداری؟ میگه آخه فقط نداری نیست، نمیتونم همشو برات بگم. اگه همشو برات بگم ببینی من مشکلم خاصه. بله این درسته، بعضی ها مشکلاتشون خاصه، یعنی چند تا چیز با هم دست به دست هم دادن، اطراف او رو گرفتن و سخت دارن فشارش میدن. بعضی ها با خانواده هاشون نمیسازن، زن با شوهر، شوهر با زن. خب این بد اخلاقی امتحان عامیه، اما درجاتش فرق میکنه. بعضیا واقعا سخته، یعنی در اوج فهم و در اوج هوشیاری و در اوج ذکاوت و استعداد و اینها همسری مثلا براش مقدر شده و این همسر هم حالا به هر طریقی به هر شکلی بالاخره ازدواج صورت گرفته و گاهی خودش اصرار کرده و الان متوجه شده که به خدا واگذار میکرد و زور نمیگفت بهتر بود، یا به جهت این که نه واقعا حس کرد مقدرش بوده، گفت من تو این ازدواج هیچی نگفتم، هرچی بزرگتر رو گفتن من طبق شرع قبول کردم، اما حالا دارم میبینم. یه دوستی امروز نوشته بود که خانواده من مشکل فهم داره و اصلا عقب افتاده است و من واقعا از زندگیم دارم رنج میکشم. خب این عقب افتادگی یا درک نکردن طرف مقابل درصدش فرق میکنه. گاهی اوقات فاصلش خیلی زیاده و تحمل این زندگی واقعا خیلی سخت میشه. این خاصه که تو این امتحان تو چی کار میکنی؟ این دوست ما نمیگفت من میخوام جدا بشم، گفت یه بچه هم دارم. اون نظرش این بود که من ازدواج دیگه بکنم، میدونم هم چه عواقبی داره، از مشکلاتش هم با خبرم، اما راهی ندارم، چاره‌ای ندارم، نمیتونم. خب نمیگم این راه درستشه، باید فکر کنه، باید بررسی کنه، باید امور و جوانب شخصیه یه نفر است، خودت باید ببینی تو این مشکل باید چیکار کنی، بپرسی، تحقیق کنی، از افراد متخصص متدین راه‌های مختلف رو جویا بشی، از شرع مقدس سوال کنی و اون چه وظیفت هست انجام بدی. مثلا پیشنهادش این بود که میشه من از یک جای دیگه، از یک ملت دیگه مثلا خانم اختیار کنم که به این خانواده منم فشار نیاد. گفتم تجربه ثابت کرده معمولا با هم نمیسازن. یکی عرب باشه، یکی عجم باشه، یکی لور باشه، یکی کرد باشه، یکی اینا معمولا به مشکل میخورن. خب ممکن استثنان خوب در بیاد. این تجربه ها رو هم بگذار، تحقیق بکن، سوال بکن، تو این امتحان سربلند بیاد. اما اگه قرار نه تو این امتحان مردود بشه، امتحان شخصی، چیکار میکنه؟ دعوا، کج خلقی، خدای نکرده دست رو همسرش بلند بکنه، زن رو مرد، مرد رو زن، فرقی نمیکنه، فحش و فحشکاری، بد بیرا گفتن، خانواده ها رو تو فشار قرار دادن، به خانواده های هم بد گفتن و کارو به جاهای باریکتر رسوندن و ظلم کردن، بچه رو این وسط اذیت کردن و از بین بردن و خیلی اینا مردود شدنه تو این امتحانه. اقلش اینه که بالاخره من نمیخوام تو این امتحان سر بلند بیام بیرون، لااقل مردود نشم. عجب، مگه حد وسط هم داریم؟ حد وسط اینه که هیچ نک، حد وسط اینه که علی حال نمیگم شما از این امتحان بهره ببری، مگه میشه از امتحانم بهره برد؟ اینم من بگم تا حد وسطش معلوم بشه. بهره بردنش اینه که طرف میاد میگه همسر من اخلاق نداره، تلاش کن اخلاقش عوض کنه. همسر من نماز نمیخونه، تلاش کن نماز خونش بکنی. یعنی نه فقط زندگی تو درست کردی، بلکه از این مشکل بهره بردی، فرصتی پیدا کردی برای هدایت یک نفر که پیغمبر به امیرالمومنین علیهم السلام فرمودن یا علی لئن یهد الله بک رجلا واحدا، اگه یک نفر رو تو بتونی نجات بدی، از منجلاب بیرون بکشی، دستشو بگیری، خیر لکم ما طلعت علیه الشمس، از هر چه خورشید بر او میتابه برای تو بهتره. خب الان در اختیارته، هر روز چند بار همدیگه رو میبینید، یه فکری بکن، سوال کن، تحقیق کن، چطور میتونی اینو نماز خونش کنی؟ معتاده، چطور میتونی از اعتیاد نجاتش بدی؟ چطور میتونی دستشو بگیری سوء خلقشو تبدیل به حسن خلق بکنی؟ شدنیه، این قبولیه، این نمره بالاست.
و نه مردود شدن، نه نمره بالا، اینی که با این مشکل کنار بیاد، نه هدایت کنه، نه کار کنه، نه ارشاد کنه، و از اون طرف هم کج خلقی و نحسی و بد اخلاقی نکنه. امتحان شخصیه، گاهی امتحان عمومیه. یکی از بالاترین، این اول بگم، یکی از بالاترین امتحان‌های عمومی امتحان خلق خداست به دین. دین امتحان بشریته. بعضیا این دین رو قبول میکنن، بعضیا دین رو قبول نمیکنن، بعضیا تسلیم اوامر خدا میشن، بعضیا تسلیم اوامر خدا نمیشن، خدا رو اصلا قبول نمیکنن. فطرتت، درونت، وجدانت، این هستی، یه ذره فکر کن، مگه میشه بی خدا باشه؟ مردود میشن. بعضیا خدا رو قبول میکنن، پیغمبر رو قبول میکنن، تو امام مشکل دارن. ولایت امیرالمؤمنین، تو دعای ندبه میخونیم که امیرالمؤمنین مایه آزمایش بشریت هستن. ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی و کان بعده هدا من الضلال و نورا من العمى. گاهی اوقات انقدر امتحان سخت میشه که هر کسی فکر میکنه راه من درسته، حقیقت همینی که من دارم میگم، این راه، راه خدا و پیغمبره. امیرالمؤمنین فرمودن که امت اسلام 73 فرقه میشن، تو حدیثی فرمودن 72 فرقه شون اهل گمراهی و ضلالتن. از این 72 فرقه ای که گمراه میشن، 16 فرقه شون ادعای محبت من علی رو هم دارن. امتحانه. امیرالمؤمنین خدا به وسیله او داره بشریت رو امتحان میکنه. این یک امتحان عامه، لذا گفتم بشریت را. وقفوهم انهم مسئولون. وقفوهم، تمام محشر رو نگه میدارن. شما با آدم چیکار کردید؟ با نوح پیغمبر چیکار کردید؟ با موسی و عیسی و ابراهیم و علیهم السلام پیغمبر خاتم چگونه؟ هر کسی با اون زمان خودش و عصر خودش و پیغمبر و پیغمبرانی که داشت مورد امتحان شد. امروز بشریت به تمام انبیا، ما به عیسی پیغمبر معتقدیم، اما پیغمبر را فرستاده خدا هستند، نه خدا. ما معتقد به تمام انبیا هستیم و بالاتر از صاحبان اون ادیان پیغمبرها رو معصوم از هر اشتباه و زلت و خطایی میدونیم، منزه میدونیم. بعد از اونها، بعد از پیغمبر خاتم، معتقد به ائمه هستیم. خدا دینش را بدون حجت رها نمیکنه، بشر رو بدون هادی رها نمیکنه. اصلا نقض غرضه، عبثه، بیهوده است این آفرینش بدون داشتن راهنما. یه الگوی عملی باید همیشه تو هستی باشه. خب این الگوی آخر، این ولی خاتم رو هم خدا از چشم خلق پنهان نگه داشت تا بشر یک امتحان عمومی بشه، به این نتیجه برسه که نیاز داره به یک حجت آسمانی، نیاز داره که در مقابل دستورات سر تعظیم فرود بیاره. اگه الان میخواد هدایت بشه، راه بازه ها، دستورات هست، قرآن معجزه خالده موجوده، فرمایشات اهل بیت علیهم السلام هست، تمامش هست. اگر میبینید حتی کشورهای اسلامی گرفتارن، بیچارن، روز به روز مشکلات دارن و مشکلاتشون تو دنیاشون قبل از آخرتشون زیاده، برای اینکه به این اسلام عمل نمیشه. اگر واقعا به دستورات اسلام عمل بشه، از کتاب الطهاره و صلات و نماز و حج و خمسش گرفته تا بحث حدودش، تا بحث دیاتش، تا بحث شفعش، مزارعش، مساقاتش، ابواب بسیار، ابواب که عرض میکنم یعنی مباحث بسیار مفصلی ما در تجارت داریم. یک کتاب ما طلبا 5 سال تمومش نمیکنیم، به نام مکاسب شیخ انصاری، فقط احکام تجارت در این کتاب آورده شده، بسیار بسیار مفصله. وقتی 5 سال فقط میخونیش تا بفهمیش، تطبیقش در جامعه نیست، خیلی از اینها محقق نمیشه. بنابراین بیچارگی ما برای اینکه تو این امتحانها درست عمل نکردیم. مشکل از خود اسلام نیست، مشکل از کسانی که نمیتونن اون رو تطبیقش بدن. تطبیق مشکل داره، حالشون بحث ما نیست که خب چجوری تطبیقش بکنیم. کیا مسئول هستن؟ کلکم را، کلکم مسئول. من باید بپرسم او وظیفش هست، بگیم مصالح رو رعایت نکنیم، واقعا اگر رباس بگیم رباس، حالا هر چی میخواد بشه بشه. اگر این اسمش عرض شود که غیبت، نمیدونم دزدی، دروغ، عشر، عشار، گمرک، چیه در شهر حرامه، بگیم حرامه، توجیهش نکنیم. علی حال اون چه که شریعت هست بیان بکنیم. خب وقتی قرار شد چیزی حرام باشه، به نظر مجتهدی، به نظر مرجع اون نظر گفته بشه و در جامعه اجرا بشه. پس بعضی از امتحانات، امتحانات عمومیه. خب چرا امتحان عمومی داریم، چرا امتحان خاص داریم؟ پیداست. امتحان خاص که معمولا امتحانات عملیه، برای اینکه هر شخصی، برای اینکه بتونه به تخصص برسه، تخصص یعنی آخر، یعنی اون لب لباب، باید عملا تئوری ها رو نشون بده. تویی که ادعای محبت اهل بیت میکنی، حالا پاش اومد، حاضری از جونت مایه بگذاری؟ تویی که در زیارت جامعه میگفتی به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، همه هستیم و جانم و اهلم همه فدای شما، اگه قرار شد برای دینت از جانت بگذری، از اهل و عیال و مالت بگذری، حاضری بگذری؟ امتحان عملی. امتحان عملی باید حتما شخصی باشه، ببینم تو چی کار میکنی.
یه سری امتحانات هم امتحانات عمومیه. امتحان عمومی برای اینکه افراد در مقایسه با هم معلوم بشن. در زمان پیغمبر همه امتحان شدن به امیرالمومنین. چند نفر قبول شدن؟ سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، یه تعداد بسیار کمی. یه عده زیادی هم گفتن که ما قبول داریم حضرت علی رو، اما خب زورمون به اینا نمیرسه، میخوایم زندگی بکنیم. خیلی به امیران میگفتن یا علی قبولت داریم، میدونیم حق با توه، اما دورم خط بکش بذار ما زندگیمونو بکنیم. خب اینا هم مسئولن، همین اندازه که به زبون بگم ولی به جاش نیام دفاع بکنم. لذا میگن میفرمان که ظالم دو تاست، یکی اون کسی که ظلم میکنه، دوم کسی که میدان را برای ظالم فراهم میکنه. اگه اون نباشه ظالم نمیتونه ظلم بکنه، او هم در ظلم ظالم شریکه. لذا تا امروز تو همین زیارت امام حسین علیه السلام میخوانیم که و من شریک فی دمه و من رضی بذلک سمعت بذلک فرضیت به. هر کسی که ظلم شما رو شنید و سکوت کرد، که حالا خب ما نمیدونیم چی شده، هر چی شده خودشون بابا تاریخو داره میبینی، ظلم به امام حسین و بچه‌هاش شده، اونم نهایت ظلم. لا یومک ابا عبد الله، نمیتونی بی تفاوت باشی، نمیتونی بگی تاریخ و گذشته است و من کاری بهش ندارم. نه، این عقیده ماست، این باور ماست. اگر ما اومدیم امام حسینی شدیم، این باورها در ما نهادینه شد، مقابل ظلم میستیم. لذاست که خیلی با امام حسین مشکل دارن، خیلی منظورم ظالم‌های دنیا هستن، طاغوت‌ها و استعمارها و استعمارگرها هستن. در هر حال باید هر دو دست امتحان باشه، هم امتحان‌های شخصی که خصوصا عملی زیاد میشه و هم امتحان‌های عمومی. مثلا حالا من با این بحثی که تر شد از شما سوال میکنم، شما تو خونهاتون جواب بدید. حضرت آقام همینطور فقر یه امتحان خاص یا امتحان عامه؟ حالا هم خاص هم عامه. آفرین، هم خاص هم عامه. گاهی اوقات من فقیرم، همسایه هم دارن، خانواده‌ام دارم. دیدی تو بعضی خانواده‌ها بعضی گلگی میکنن، میگه نمیدونم قسمت ما چی بود، برادرها خواهرها همه ماشاءالله خونه و زندگی و امکانات و ماشین و ویلا و فلان و ما اینطوری شدیم، داییم اینطور، عمم اینطور، خالم اینطور، عموم اینطور، پدر بزرگم هم همه. گاهی اوقات تو یک مجموعه یک دونه فقیره، این امتحان خاص، اما گاهی اوقات یک بلای نداری میاد برای همه. یعنی گاهی اوقات یک مشکل اقتصادی فراگیر میشه، در تاریخ زیاد میشده، الان هم جاهایی داریم در زمین که اینها میگن 60% فقیرن، 50% فقیرن، بیشتر کمتر فقیرن. فقیرن یعنی چی؟ یعنی خرج ماه و سالشون رو ندارن، زیر حد فقرن، یعنی نمیتونن از امکانات مثل بقیه استفاده بکنن، هر چیزی که بخوان براشون بالاخره فراهم نیست. خیلی باید دست بسته و اقتصادی عمل بکنن، چه بسا این اندازه رو هم نداشته باشن و مجبور شن واقعا با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه بدارن. خب اینا فقر گاهی اوقات یک امتحان عمومی میشه. بیماری چطور؟ همینی که امروز ما داریم میبینیم، بیماری هم هم میتونه خاص باشه، هم میتونه عام باشه. بعضیا رو خدا به یک بیماری های خاص امتحان میکنه. هرچی هم مثلا دیگران میگن بابا خب فلانی هم درد میکشه، فلانی هم مریضه، میگه نه این درد شما نمیدونید چه دردیه. راستی درد خیلی سخته، بیمار شدن خیلی سخته. همین امشب قبل از اومدن با یکی از همین رفقایی که الحمدلله رو به بهبود صحبت میکردم، با اینکه چندین روز گذشته، دو سه هفته گذشته، گفت هنوز بدنم خیلی درد میکنه. ما درد رو میشنویم، شاید یه مقدار کمیش هم بتونیم حس بکنیم چون مثلا شبیهش رو داشتیم، اما هیچ وقت نمیتونیم مریض باشیم. مریض درد میکشه. گاهی بعض از دردهای دردهای خاصیه، یعنی به زبون نمیاد، نمیشه بیانش کرد. این تقسیم بود. خب بعد از این تقسیم میتونیم سوال بکنیم که خب سرش چیه؟ با صحبتهایی که شد تقریبا مشخص شد، برای این که تو امتحان قیمت آدم ها مشخص میشه. وقتی امتحان عمومی شد، نمیتونم من روز قیامت بگم خدایا چرا ابوذر از من مقامش بالاتره، من باید بالاتر باشه. او ولایی بود، منم ولایی بودم. ابوذر تحمل کرد، منم تحمل کردم، تازه من باید بالاتر باشم، چون ابوذر امام زمانشو پیغمبرشو دید، من ندیدم، من ندیده عاشقشون بودم. میگن درسته، این امتیاز تو داری، اما یه چیزایی هم به تو دادیم که ابوذر نداشت. ابوذر امام حسین نداشت، تو داشتی. ابوذر گریه برای عاشورا نداشت، تو داشتی. یه چیزایی تو داشتی که او نداشت، اما سختی هایی که اون کشید تو میگی من کشیدم، اصلا تو قابل مقایسه با اون نیستی. امتحانی که ما ابوذر رو کردیم اگه تو بکنیم مردود میشی. ای خدا چرا مردود میشم، چطور مردود میشم؟ تو صحرای لبزه تحمل میکنی. آها، وقتی میخ میارن نمونه هاشو. ما تو رو با مال امتحان کردیم، یادت گفتی خودم احتیاج دارم قایم کردی، یادت یه پولی دستت اومد میتونستی بدی به اون کسی که از تو محتاج تره، خودت محتاج بودی ها، میتونستی بدی به اون کسی که از تو محتاج تره، برادر دینیته، اما خرج خودت کردی، گناه نکردی ها، اما ابوذر نیستی.
میگی منو سلمان، خودتو با سلمان مقایسه میکنی؟ سلمان کسیست که فاطمه زهرا مشتاق دیدارش بود. سلمان کسیست که پیغمبر دیدنش خوشحال میشد. پیغمبر سلمان کسی بود که در اوج ادب بود نسبت به حجت زمانش. تو این ادب ها رو اصلا تو حد و اندازه نیستی، اصلا نمیدونی یعنی چی تا بخوای رعایتش بکنی. شما نهایت ادبت اینه که میای زیارتی میخونی، گوشنه حرم میشینی و یه دور قد نماز میخونی و میری. اما سلمان میاد تو خونه فاطمه زهرا و برمیگرده مدهوشه، میگه یا رسول الله یه خورده از مقام فاطمه زهرا رو برا من بگو تو قیامت. رفته دیده زمین خاکی، یه دوتا حصیر کوچولو، یه پوستین رو زمین افتاده، آسیاب دستش از بس گرفته شده خونیه. خونه کی؟ ملیکه هستی، حوراء الانسیه. سلمان پیغمبر شناس میبینه پیغمبر انقدر احترام به این دختر میذاره، این دختر کیه؟ این زندگی دنیاشه. سلمانی که وقتی مرد هیچی از دنیا نداشت، دو سه تا قلم چیز کوچیک داشت، اونم همش بیتاب بود که من اینا رو چجور جواب بدم قیامت. گفت یا رسول الله اخبرنی عن مقام فاطمه یوم القیامه، من میدونم اینها براشون قیامت معرفی و مقام ها مشاهده خواهد شد و بشر خواهد شناختشون، یه مقدار از مقام فاطمه زهرا رو برام بگید. زنده باد آقای رفعتی. اگر اجازه بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد یک میان برنامه رو ببینیم، بعد شو ادامه بحث برگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مولای یا سرای تو میبینم ایثار و شکوه و جلال تو، در واژه توان وصف تو نیست خالق مداح خصال تو. شده حق بر دل من، ای کرب و ولایت منزل من، از کودکیم مجنون تو هم، مهر تو عجیب شد فاگل من، کشتی نجاتم نور خدا، ای قبله دل ای ساحل من. ماه خوبان، ماه شعبان میرسد، موسم گلهای بستان میرسد. شاخ طوبی سر زد از خلد برین، مژده اینک ماه غفران میرسد. مولد بوفضل و سجاد و حسین، یاورانی بحر قرآن میرسد. زاد روز مهدی صاحب زمان، سروری بر اهل ایمان میرسد. بازم تبریک عرض میکنم خدمت شما حدود ماه شعبان رو، و انشالله این ماه ماه برکت و گشایش برای همه شیعیان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت باشه. به همراه شما در خدمت کارشناس عزیز برنامه هستیم تا ادامه بحث رو بشنویم و استفاده بکنیم. در خدمت هستم. خدا حفظتون کنه. من حدیث رو فقط اشاره میکنم چون معروف و شنیدید.
که خلاصه سلمان عرضی داشت یا رسول الله از مقام فاطمه زهرا برای من در قیامت خبر بدید، یعنی من میبینم این بانویی که این گونه در دنیا مورد ظلم و اذیت قرار میگیره، چون سلمان خبر داشتن از آینده و علم بلایا و منایا به اصطلاح داشتن. پیغمبر فرمودن سلمان وقتی دخترم فاطمه زهرا میان عبور کنن روز قیامت در صحرای محشر، حدیثی که همتون انشاءالله کما بیش حفظید، خطاب میرسه اهل محشر، سراتون رو پایین بندازید، چشماتون رو ببندید، فاطمه دختر پیغمبر میخوان وارد بهشت بشن، در بهشت خطاب میرسه از حضرت حق که فاطمه جان بیست، اهل دنیا تو رو نشناختن، لیله قدری یولیک، قدر تو مجهول، قدر تو نشناختن مردم دنیا، الان باید تو معرفی بشی. فاطمه جان بخوا، کسی جرأت حرف زدن تو صحرای محشر نداره، اون عظمت اون صحرا و اون غوغایی که اون روز هست و نمیشه. یوم ترونها تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا، یه روز بسیار بسیار سختیه، مردم از شدت وحشت مثل انسانهای مست و لایعقل میشن، از شدت ترسش حامله بچهش رو سقط میکنه، این نشون دهنده خوف صحرای محشر هست. اسمای روز قیامت کافیه برای شناختن بزرگی این روز. تو اون روز به فاطمه زهرا خطاب میشه، بخواه چی میخوای دختر پیغمبر؟ عرضه میدارد خدایا انت المنا و فوق المنا، خدایا تو میدونی فاطمه زهرا چی میخواد، تو بالاتر از همه آرزوهای دلهای ما هستی، میخوام گناهکارای امتم آمرزیده بشن. شب جمعه است و پیش امام حسین علیه السلام و نگاهاتون به امام حسین و حضرت عباس علیه السلام گره خورده. این ماه هم ماه استغفار، تو همین ابیاتی هم که شما خوندید به همین مطلب اشاره شده بود، از مستحبات این ماه زیاد استغفار کردنه. استغفار سبب میشه بلا دور بشه، فرمودن روزی 100 بار استغفار کنید بلا دور میشه. خدای گناهکارای امت، امت پدرم رسول الله رو میخوام ببخشی در این روز. خطاب میرسه فاطمه جان، نه الان، 2000 سال قبل از آنی که آدم رو خلق کنم با خودم عهد کردم هر کسی تو و بچه‌هات رو دوست داشته باشه با آتش غضبم نسوزانم، خدا میبخشه. فاطمه زهرا شفاعت میکنن، آزاد شده های بیبی هم شفاعت میکنن. علی ای حال این چنین هست و سلمانی همچین لیاقتی رو پیدا میکنه و از این معارف بهش میدن. من کجا و معرفت سلمان کجا؟ تو امتحانهای عام مشخص میشه. یه ذره بیایم بالاتر، اگر بحث براتون روشن شده که الحمدلله، اگر نه هنوز تقسیم براتون واضح نیست، بعضی امتحانها خاصه، خیلی سخته، گاهی اوقات امتحانهایی که بعضی بزرگان و علما بهش میشن، چی بگن، فتوا بدن ندن، سکوت کنن نکنن، خیلی امتحانهای سختیه که شاید چند شب پیش بود گفتیم ما آرزو میکنیم که جای اونها نباشیم، چون امتحان بسیار سختیه. همتون شنیدید وقتی میرزای بزرگ شیرازی فتوای حرمت تنباک رو داد و اون اتفاق ها افتاد، اومدن دیدن نشسته گریه میکنه. علی حال کار بزرگی انجام شده، اما او از عواقب این کار آگاهه. امتحانهای شخصی به اندازه شخصیت شخص هاست، هر کی وامش بیش امتحانش شخصیاً و به خصوص بزرگتر و سختتر خواهد بود. خدا توقعی که از دیندارها داره، از فهمیده‌ها داره، از کتابخون‌ها داره، از نمازخون‌ها داره، از پیرترها داره، از کوچکترها طبیعتاً و کم سوادترها نداره. هر کسی در ظرفیت خودش امتحان شخصی خودش رو داره. برخورد ما هم با امتحان‌ها فرق می‌کنه. قیمت ما نسبت به، ببینید یک کسیه میاد میگه که آقا من 40 سال راننده‌ام، من راننده جاده‌ام، من فلان، گفتم امتحان شخصی دیگه رانندگی، درسته؟ بله. تا میشینه پشت فرمون نگاه می‌کنی ماشین پرید، نه تو آینه نگاه کرد، نه چراغ زد، نه کمربند بست، چی میگید؟ 40 سال راننده‌ای اما ناشی هستی. به زبون که نیست، به ادعا که نیست. آقا من 40 سال تصادف نکردم، خدا رحمت کرده بنده خدا، ولی با این رانندگی تو اصلا راننده نیستی، 100 تا اشتباه داری، درسته؟ طرف میاد میگه من جراح فوق تخصصم، بهش میگیم بفرما روی این حیوان جراحی تو انجام بده، جراحی انجام میده، میبینی واقعا خیلی وحشتناکه، هیچ اصول رعایت نکرده، استاد مجموعه ای که نظارت میکنن قبولش نمیکنن، میگه با من چند سال در منطقه خودمون عملای جراحی بزرگ انجام دادم، همه هم حالشون خوب و فلان، میگه خدا رحم کرده واقعا این کاری که تو کردی از نظر اصول درست نیست، شاید هم اگر درست و اصولی عمل میشد بیش از اینها باید عمر کنن و با این کاری که تو کردی عمرشون کوتاه‌تر باشه و چه بسا میادشون از بین رفتن و تو خبر نداری. بنابراین تو امتحانهای شخصی افراد بزرگ امتحانهاشون سختتر و سنگینتر خواهد بود. این یه تقسیم بود و استفاده که یا سری که در این تقسیم بود، امتحانهای کلی و امتحانهای
شخصی. تقسیم بعدی رو هم من سریع اشاره میکنم تا انشاءالله از سوالایی که هست استفاده بکنیم. تقسیم دوم اینه که مردم در مقابل این امتحانها، در مقابل بلاها چگونه هستن؟ مردم در مقابل بلا امتحان چگونه میشن؟ چطور برخورد میکنن؟ غیر از مسئله صبر و رضا که مفصل سابقا صحبت کردیم و میخوام تکرار نشه، حقیقتا شاید بعضی از شما عزیزان مباحث قبل رو نبودید و دنبال نکردید. بعضی در مقابل بلا صبر میکنن، بعضی معرفتشون به حدی بالاست که در بلا هم میچشم لذات او، وقتی میفهمه از دوست هرچه از دوست رسد نیکوست. اما یه تقسیم دیگه رو میخوایم عرض بکنیم و اون این است که گاهی اوقات من بلا رو برای دیگران بلا میبینم نه برای خودم، گاهی نه بلا رو برای خودم هم بلا میبینم. یعنی الان من به حمدالله مبتلا نیستم، اما کسانی هستن که مبتلا هستن. چرا بعضیا خوشن تو این اوضاع احوالی که بعضیا خانواده هاشون واقعا انقدر قصه دارن، هم عزیز از دست دادن، هم نتونستن تشییع برن، هم نتونستن لحظه‌ای که چشماش رو هم اومد ببیننش، هم نتونستن ببوسنش لحظه رفتنش، بغلش کنن برای آخرین بار، به زبان آسون میاد. واقعا سخته بعضی جاها و بعضی وقتا ما دیدیم و شنیدیم که بعضی از بدنها با چه غربتی دفن شدن. خب این خیلی داغ سنگینیه برای خانواده مؤمن متدین. از اون طرف بعضی خانواده ها میبینم چند نفر از دست دادن و عزادارن، یه گوشه نشستن. ما مشکلی نداریم، الحمدلله ما و خانوادهمون هیچ دردی نداریم، خوش باشیم، بریم دنبال خوشیمون، بریم دنبال تفریحمون، بریم دنبال سبززارمون، بریم زندگی عادیمون رو بکنیم. لاکه انما به اصطلاح انگار نه انگار اتفاقی تو دنیا افتاده، نه پس ما مردود شدیم. بابا این مشکل من نیست، مشکل دیگرانه، به من ربطی نداره. خیلی بد حالتیه. آقا مگر خب من مریض نشدم چیکار کنم؟ بشینم گریه کنم، قصه بخورم؟ روایت داریم اگر کسی را دیدید که در دست مردم گرفتن و حمل میکنن و نمیشناسید که این میت کیه، مستحب است گریه کنید. اونها عزیز از دست دادن، عزیز شما که نیست بس. اما جنازه هست یا نه؟ یک کلمه موندگاری از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که اتفاقا تو فرودگاه نجف هم رو اون دیوار رو زدن که انسانها دو دسته هستند، یا اینکه اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی توست، مسلمونه، مؤمنه، یا اینکه اصلا اسلام و دین و ایمان نداره اما به نتیجه از جنس توست، بشره، بنی آدمه. بنابراین انسان در قصه بنی آدم بی خیال باشه، خصوصا اگر اون فقط همزادش نباشه، به اصطلاح از بنی آدم نباشه، بلکه مؤمن باشه، مسلمون باشه، چوزوی به درد آورد روزگار، این نباشه که بی خیال باشه. بنابراین امتحان دیگران امتحان منم هست، او دندونش درد میکنه، من هم احساس بکنم درد دارم، خب چیکار میتونم بکنم؟ یعنی منم بگم آخ نه عزیز من، شما برای رفع درد او دعا کن. آدمای خوب میان کربلا، میان زیر گنبد امام حسین علیه السلام، خدا میدونه چقدر ما اینو میشنویم. یعنی درست میگم آقای بزرگانیان، بارها با گوشامون شنیدیم، انقدر دعا میکنه گوش میکنی. از مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد گرفته، الجار ثم الدار، یه دونه دعا بر خودش نمیکنه. خدای بلا را از شیعیان دور کن، خدای اینا که مریض دارن شفا بده. خودش چیش نیست ها، اما با اشک زیر گنبد ذریحو گرفته و داره برای بیمارها دعا میکنه، برای گرفتارها، برای ندارها، برای اونایی که بچه ندارن، برای اونایی که تو خانواده‌هاشون مشکل دارن دعا میکنه، برای فقیرها دعا میکنه. بنابراین اگه میخوایم تو امتحان دیگران ما هم پیروز باشیم، باید حتما برای اونها دعا کنیم، برای اونها قصه دار باشیم، برای اونها بیتاب باشیم، تلاش بکنیم لااقل کاری که دست ما برمیاد اینه که براشون دعا کنیم. دعا اثر داره، اقل فایده دعا اینه که خدا اون بلا رو از من و شما دور میکنه. اما اگه بیخیال شدیم، فردا هم نوبت ماست، فردا هم این بلا ممکنه سراغ ما بیاد، وقت ناراحت میشیم که چرا دیگران با ما همدردی نمی‌کنن. امیدوار هستیم خدا ما کمک کنه این دو تا صفت خوب رو در خودمون بیشتر نهادینم ان شاء الله. حضرت رفعت ما تقریبا 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. دوست دارم این مسئله رو هم از شما بپرسم که لول بلاها و در حقیقت اون رنج و اندازه بلاهایی که برای انسان‌ها
وجود داره ها، چه در حد خصوصی چه در حد عمومیش، آیا ممکنه بالاتر از میزان تحمل شخص باشه یا نه؟ یکی بگه این بلایی که سر من اومده دیگه من تحمل نمی‌کنم، الان که دیگه باید خودکشی بکنم، الان که یعنی مبرری هست یا در حقیقت بهانه‌ای هست که طرف این بلا برای من خیلی بزرگتر از حد و اندازه منه و من در حقیقت تواناییشو ندارم؟ و خب اونایی که معتقدن، اونایی که خدا باورن، همه جواب شما رو بلدن، میگن قطعاً هیچ بلایی بالاتر از طاقت ما نیست. اللهم لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خب اینم در جای خودش معنی شده، نه اینکه این دعایی داریم میکنیم که محاله، خدا بالاتر از طاقت بر ما بار نخواهد گذاشت، بنابراین این دعا معنی نداره. نه، معنی اینه که یه چیزی که ما نتونیم از عهدش بر بیایم، این مضمون تو دعاها هست. خدایا مرا به چیزی امتحان نکن که تو میدانی من در اون مردود میشم. خدایا منو تو اون وادی نبر که شرمنده بشم و خجل بشم و رو سیاه در بیام. خدای منو به اونها امتحان نکن. این دعای خوبیه و به جاست و خیلی هم مهمه، اما مافوق طاقت نه، میتونستم تو اون امتحانی که مردود شدم قبول بشم. چرا قبول نشدم؟ نخواستم، سختی رو تحمل نکردم، دنبالش نرفتم، سوال نکردم، کمک نگرفتم، توسل نکردم. خب خدا یه سری مجموعه راه ها گذاشته. شیخ عباس قمی اسم کتابش گذاشته مفاتیح الجنان، جنان خوشی ها، راحتی ها، آرامش ها، نه فقط بهشت، حتی دنیا رو میشه بهشت کرد. با تمام سختی ها میشه دنیا رو بهشت کرد. کی؟ وقتی که بدانی و معرفت داشته باشی که این بلاها برای پاک شدن توست، برای خالص شدن توست، برای رسیدن تو به خداست، برای اینکه نعمت های با ارزش بدون سختی بهش نمیشه رسید. خب اون هم در بلا میشه شد لذات رو. خب این کلید هاست، لذا بیتابی نمی کنه. من این معرفت رو نداشتم، سوال نرفتم بکنم، تحقیق نرفتم بکنم، مخشی شد بریدم. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که من حد و توان خودم رو کم گرفتم، نه اینکه مشکل ما فوق حد و توانم بود. اون مثال معروف هست، گفتن پا تو از گلیم شاه بکش بیرون، گفت اشکالی نداره، فقط به من بگید گلیم شاه تا کجاست. مشکل اینه که اندازه گلیم شاه معلوم نیست، مسئله اینه که تو اندازه خودتو گم کردی و الا بلا موفق اندازه و تحمل تو نیست. وقتی که خدا توانایی تو بهت نشون داد، روایت داره هر انسانی جایگاهش روز قیامت تو بهشت میبینه، حتی آدم های مؤمن که قراره برن بهشت، جایگاه اصلیشون که خیلی بالاتر هست میبینن، لذا حسرت میخورن. یوم الحسره مال همه است، حتی خوبا. ای خدا، یعنی اگه تو این امتحان اینجوری عمل میکردم اون جای من بود، تو این امتحان میتونستم بهتر باشم، میتونستم بالاتر از این اندازه باشم که ظاهر شدم. بنابراین قطعا هیچ بلایی و هیچ مشکلی مافوق طاقت هیچ انسانی نیست. حالا اگه من یه کاری کردم که ظرفیت خودم کم شده، ظرف این طوره اما قابل جمع شدنه، این ظرف اگه همین طور بمونه چقدر سری پر میشه، سری پر میشه به آرامش میرسه، آب زلال پرش میکنه، تشنه نمیمونه. اما من اینجوری هی تنگش کردم شد یه باری که یه قطره دو قطره رفت توش، در صحرای تشنگی گیر کردم، آب ندارم. مشکل منه یا مشکل خداست؟ باید به خودم ایراد بگیرم. بنده خدا، تو خودت برای خودت سخت کردی، تو با نماز نخوندن، تو با موسیقی گوش کردن، تو با خمس و زکات واجب مالتو ندادن، تو با ظلم به مردم کردن، تو با مال مردم خوردن. خدای نکرده اونایی که خدای نکرده اهل این کارو هستن، خودت در رحمت خدا رو بستی. الان وقت احتیاجت شده، میبینی که نه دل دعا داری، نه روی گفتن داری. حالا اونی هم که رو نداره، همین رو نداشتن خودش بفهمه که رو نداره در خونه خدا، خدا بهش عنایت میکنه. اصلا گم شده توی وادی دیگه است، اصلا متوجه این معارف نیست. لذا اول چیزی که بزنش میرسه و ملتزم میشه، این چه دنیاییه، این چه خداییه، این چه پیغمبریه، نشد که فلان شروع میکنه اون یه ذره هم که قطره قطره میاد اونم دیگه قفلش بکنه. لذا داره که اگر کسی به حد شرک و کفر رسید، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، به این حد رسید میشه سیء النتیجه، میشه عاقبت به شر، خدا نصیب نکنه. لذا اگر در دلهامون ذره نوری از ایمان هست، به برکت خدا و اهل بیت، به خودم عرض میکنم، شما که قلباتون پر از نوره الحمدلله، از اون استفاده بکنم. این رو میشه بازترش کرد، میشه برش گردون به اون روزی که خدا ما رو آفرید از پدر و مادر پاک و مؤمن به خدا و تمام درهای رحمت برای ما باز بود. برگردیم به اون حالت اول با دل صاف،
حرف بزنیم، حرفای خدا رو گوش کنیم، تو مسیر دین حرکت کنیم، وقت ببینیم که اینا که چیزی نبود. لذا ان شاء الله این تقسیم رو اشاره میکنم، شد توفیق فردا بیشتر توضیح میدم. اینی که نگاه‌های مردم به بلاها فرق میکنه، بلاهای بعضیا برای بعضیا حلواست، کیف میکنن، میگن این که چیزی نیست بنده خدا، فقر اینقدر خوردت کرده، برای 3 میلیون بدهکاری، برای 5 میلیون بدهکاری، برای 5 میلیارد بدهکاری، نمیدونم، نخیال کنی من دارم و نه، اما این برای من مشکل نیست. مقابل مشکل من چیه؟ بذار برات بگم مشکل چیه، نمیگم مشکل من، چون آدمای خوب معمولا حرف نمیزنن. چند تا امام علیه السلام، امام صادق، امام باقر، فکر کنم امام جواد علیه السلام این حدیث رو فرمودن، اربع من کنوز البر، 4 تا چیز گنج خوبی هاست، گنج، یکیش کتمان المصیبه است، کتمان الوجع، دردش رو هیچ کس نمیدونه، 30 سال درد کمر داره، احدی نفهمیده، نمیگم دکتر نرفته ها، اما یه بلند میخواد بشه 10 تا آوناله میکنه همه فهمیدن که این کمر درد داره، یه بلای کوچیک سرش اومده، یه مقدار مشکل پیدا کرده تو زندگیش، همه عالم باید بفهمن، نه آدمای فهمیده و با معرفت دردشون رو به کسی هم نمیگن. راستی مشکلات بزرگ بعضیا خیلی کوچیکه میشه بعضیای دیگه، چرا؟ برای خاطر اینکه اون پله ها رو رد کردن، بالاتر رفتن. اونایی که میرسن به بالاهای کوه، بالای کوه خیلی سخته، مشکل تنفس هست، مشکل سرما هست، مشکل بی غذایی و بی آبی هست، دور شدن از اون مرکز هست و خیلی چیزای دیگه. برای اونها اون پایین چیه؟ حلواست. این چیزی نیست از اینجا تا اینجا، چون اونجا هر دیده، ولی برای اونی که اون پایینه خیلیه. او چطور میشه این مرحله رد بود؟ اینو رد کنم تمومه، تازه میبینم بدتر از اون هست. آدمای با معرفت هیچ وقت هیچ مشکلی براشون بزرگ نیست، تمام سختی ها به اندازه توان ماست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون کسی که بلا میده خدای عادله. عادل حکیم به کی میگن؟ به کسی که هر چیز رو سر جاش میذاره. من آدم ممکنه بیجا بذارم، اما خدا ابدا در دستگاهش ظلم نیست. لا یظلم الناس مثقال ذره، خدا به عهدی ظلم نمی کنه. ظلم یعنی چی؟ یعنی بیش از توان کسی به کسی مشکل دادن، این ظلمه یا نه؟ تو دستگاه خدا نیست. بنابراین اگر فکر میکنم به من داره ظلم میشه، چون خودم رو کوچیک کردم. چرا کوچیک کردم؟ با اعمالم، با زندگیم، با فکر غلطم، با همون تنگ کردن دریچه رحمت. امیدوار هستیم که به حق این شبها و این شب عزیز، به حق سید الشهدا، خدا دست ما رو بگیره. میشه تو این ماه عزیز با بلند کردن دست، با اشک سحر، با استغفار بخوایم خدا ما رو از بهترین های خلقش قرار بده. تو دعای شب جمعه، تو دعای کمیل امیر المؤمنین علی علیه السلام از خدا میخوایم که خدای ما رو از بهترین بندگانت قرار بده الهی. به حق زوار امشب کربلا. خیلی ممنون و متشکرم از شما، بسیار لطف فرمودید. بینندگان عزیز و ارجمند، از شما سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با برنامه سرزمین عشق همراه بودید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتما برای ما بفرستید و باز هم تبریک عرض می‌کنم خدمت همه شما. حلول ماه شعبان، ماه اعیاد و شادی اهل بیت اسلام و تعالی، ان شاء الله به حق این ماه عزیز همه ما هم نهایت این ماه شاد باشیم و بزرگترین شادی ما خبر فرج و ظهور آقا بقیت الله العظم روحی و بال عالمین لتراب مقدم الفردوس. موفق و پیروز باشید. التماس دعا و یا حسین. تو احسنت هاشم استفاده کرد بسید. مهر تو ای حسین جان، از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، هر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین